جواد همدانی همکارم از اسلام آباد با ماست. از محمد یونس برای ما بگو، رئیس دولت موقت بنگلادش. منابع رسمی بنگلادش تایید کردند که محمد یونس برنده جایزه نوبل ریاست دولت موقت را در بنگلادش به عهده خواهد گرفت. دبیر مطبوعاتی آقای شهاب‌الدین رئیس جمهور بنگلادش موضوع را به طور رسمی با رسانه ها هم در میان گذاشته. پیشتر رئیس ارتش بنگلادش گفته بود که در کشور به دنبال استعفای حسین واجد دولت موقت تشکیل داده می شود. محمد یونس در واکنش به انتصاب خود به عنوان رئیس دولت موقت گفته که کشور نیاز به یک نقشه راهی برای برگزاری انتخابات جدید در کشور هستش و گفته که با همه طرفهای ذی‌نفع رایزنی ها را انجام خواهد داد. او گفت که هرچه زودتر اعتماد به نظام کشور باید به وجود آورده بشود. دکتر محمد یونس برنده جایزه نوبل فردی است که زندگی میلیون ها نفر را در بنگلادش تحت تاثیر قرار داده و صدها هزار نفر هم به خاطر تلاش های ایشون از فقر بیرون اومده اند. اما دولت حسین واجد نخست وزیر فراری بنگلادش وی را به فساد و اختلاس متهم کرده بود و بیش از 100 پرونده فساد علیه او، در واقع فساد مالی علیه او تشکیل داده شده بود. آقای یونس الان هم در داخل کشور نیست به دلیل درمان و نیز به خاطر مسئولیتی که در المپیک داره در فرانسه به سر میبره. باور عمومی همین است که پرونده هایی که در واقع او با آنها مواجه هستش بیشتر چون جنبه سیاسی داره، به احتمال زیاد این پرونده ها الان لغو خواهد شد. قبل از این اعلام رسمی هیئتی از دانشیان معترض با رئیس جمهور کشور شهاب‌الدین دیداری داشته. این دانشیان با رئیس ستاد ارتش بنگلادش هم دیدار کرده بودند. دانشیان معترض به نظر میرسه که در این تحولات مهمترین نقشی را داشتند و در واقع تعیین آقای محمد یونس به عنوان رئیس دولت موقت هم خواسته دانشجویان بوده. دانشجویان سریع اعلام کرده بودند که به هیچ وجه دولت نظامی را قبول نخواهند کرد. تاکنون آنچه که در یک ماه و اندی در بنگلادش رخ داده، از تظاهرات گرفته تا فرار خانم حسین واجد و همچنان تعیین رئیس موقت دولت، بر وفق مراد دانشجویان بنگلادشی بوده و احزاب سیاسی نقش کمرنگی در این تحولات داشتند. در تشکیل دولت موقت هم در کنار نمایندگان اعضای جامعه مدنی، نمایندگان دانشجویان هم حضور خواهند داشت، به گفته ناهید اسلام که یکی از رهبران دانشجویان هستش. روز گذشته رئیس جمهور بنگلادش پارلمان کشور را منحل کرده بود و این هم خواسته دانشجویان بوده و دانشجویان برای رئیس جمهور کشور ضرب العجل تعیین کرده بودند و نسبت به تأخیر در انحلال پارلمان هشدار هم داده بودند. تا اینجای کار دست کم ترس یک دولت نظامی از بین رفته و این خبر خوبی است برای آن دسته از مردم و همچنان احزاب سیاسی بنگلادش که حامی دموکراسی هستند. به دلیل وخامت اوضاع در بنگلادش در واقع روز گذشته اتحادیه کارمندان پلیس هم اعلام کرده که آنها دست از کار میکشند، یعنی اعتصاب میکنند و تا زمانی که حفاظت از جانشان تضمین نشود آنها به سر کار بر نخواهند گشت. مرسی از توضیحات جواد همدانی همکارم از اسلام آباد.